دوستان سلام، به چینل ما خوش آمدین. عزیزای دل، امیدوار هستم جور صحت باشین و روزه آخری رمضان به خوبی و خوشی سپری کنین. دوستان امروز خواستم خجور یا بسراغ و یا روغن جوشی آماده بسازم که مردم سمتای مختلف وطن ما منامه مختلفی را یاد میکنن. به خاطر آماده ساختن خجور، یک عدد تخم مرغ، 100 میلیلیتر روغن، یک پاکت آم بیکینگ پودر، یک گلاس بوره معادل 100 گرم و یک گلاس شیر معادل 100 میلیلیتر میشه ضرورت داریم. در ابتدای مواد با هم خوب حل میسازیم، بعدا مواد باقی را بالایش اضافه میسازیم. توسط ماشین به درجه 2 همه مواد مخلوط میسازیم، مکس میکنیم. بعد از 5 دقیقه آرد 300 گرم آرد بالایش کم کم اضافه میکنیم و بعد ماشین باز به درجه 1 روشن میسازیم تا آرام آرام همه مواد با هم مخلوط کنه. دوستان، روغن جوشی یکی از شیرینی های مشهور کشور خود ماست که در روز عید در هر خانه حتما از این شیرینی آماده می سازن. اگر از هیچ کلچه آماده نسازن، از این شیرینی حتما در خانه خود هر وطنهای ما آماده می سازن و سر سفره عیدیشان از این شیرینی موجود می باشه. دوستان، آردم خوب با همه مواد مخلوط شد. باید خمیر خجور سخت باشه. خمیر از کاسی ماشین میکشیم، داخل ظرف دیگه میگذاریم، به مدت نیم ساعت استراحت کنه. دوستا، بعد از نیم ساعت خمیر گرفته، اول به 4 سیم مساوی تقسیم میکنیم، باز هر سر به قطعات خرد تقسیم میکنیم و از هر سی خرد زاله های خرد خرد آماده میسازیم. حالا دوستا، توسط کارت خمیر به قطعات مساوی تقسیم میکنم و از هر قطعه غالی کوچک خرد آماده میسازم. دوستا، امیدوار هستم ویدیو ما را تا آخر ببینین و از این غذای مشهور وطن ما آماده بسازین و در سفره دیتان بگذارین. امیدوار هستم چینل ما را هم سابسکرایب کنین، زنگوله را فشار بدین و در زم لایک و کامنت فراموش تا نشه. دوستا، خمیره به نوبت زغاله میکنیم و زغاله ها را مساویانه آماده میسازیم. دوستا، اگر متوجه بوده باشین، ما در ترکیب خمیر خجور از مسکه استفاده نکردم. اکثر دوستای ما خوش دارن از مسکه استفاده کنن. دوستایی که چربی خور هستن و چربی زیاد دوست دارن میتونن از مسکه هم استفاده کنن. مسکه هم ذائقه خجور متفاوت میسازه و چون من زیاد چربی را خوش ندارم، تنها از روغن استفاده کردم، مسکه استفاده نکردم. دوستا، خمیر دیگه آهسته آهسته تمام میشه، زغاله ها تقریبا آماده شدن. بعد از اینکه زغاله ها تمام شد، دوستا نقش خجور را نظر به خواست خودتان به هر وسیله که خوش داشتین میتونین نقش بدین. ما 4 نوع نقش میتم امروز خجوره. ببینین دوستا، از وسایل دست داشته که در خانه همگی دارن استفاده میکنن، از امو استفاده کردیم و خجوره روی زمو نقش میتم. اول از این جالگک استفاده کردم دوستا، به این شکل خجوره نقش میتم. میبینین چقدر نقش مقبول میگیره. بعد از
کچالو کوب استفاده کردم. توسط ازیم خوب نقش خجور می آید. شما هر وسیله دیگر که در خانه داشتین و دیدین که دیزاین خوبش می آید می توانین استفاده کنین. دیزاین سومی را دوستا در تراشک پیاز می زنم و یک دیزاین بسیار ساده و نازک دیز می آید. و دیزاین آخری هم دوستا روی شانه میزنم. در شانه بسیار یک دیزاین خوب میایه. البته شانه باید پاک باشه، مستعمل نباشه، نو خریده باشیم. ما از شانه که نو خریدیم اصلا استفاده نکردیم، استفاده کردم و دیزاین باقی خجور بالای شانه جور کردم. در روی شانه هم دیزاین خجور بسیار خوب میاد دوستا. عزیزا، خجور دیگه کاملا آماده شده. حالا وقتش رسیده که بالای آتش دیگه بگذاریم. مروغن بالایش ریختیم. بعد بر حرارت بسیار کم خجور داخل روغن مندازم و میگذارم بسیار آرام آهسته سرخ شده. دوستا، خجور آرام آرام پشت رو میکنیم تا تمام اطرافش سرخ شود و داخل بیرونش خوب پخته شود. عزیزا، خجور هم کاملا پخته شده. از روغن بیرون میسازم و باقی خجور داخل روغن میریزم تا هم آماده شود و پخته شود. دوستای عزیز، شیرینی امروزی ما هم دیگه آماده شده کاملا. امیدوار هستم شما هم از این شیرینی خوشمزه وطن ما آماده بسازین، دیدتان و سفره دیدتان را زیبا بسازین. تشکر از اینکه ما را تا آخر همراهی کردین. با امید همکاری های بیشترتان، ایام بکامتان و روزه عید خوش داشته باشین. تشکر.